همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. وقتی که بیانیه دیروز علی خامنه ای رو شما میخوانید به نام گام دوم انقلاب، فوری این مسئله به مغزتون خطور میکنه که نویسنده این بیانیه آدمی است که روان پریشه، حالت جنون داره، جنون خود بزرگ بینی و یا به کلی نابیناست و یا خودش رو به نابینایی و کری و ندیدن گذاشته. 40 سال از انقلاب شکوهمند آخوندی گذشته، تازه بعد از 40 سال در آستانه به اصطلاح 41 سال یا 40 سال رهبر چاوکشان جهان که در رأس این رژیم منحوس دزد پر از فساد قرار گرفته، شروع کرده که ما گام دوم رو در مورد انقلاب برداریم. نیست گام نخست در این 40 سال خیلی مشعشعانه بوده، نیست دادگستری به تمام معنی به داد مردم رسیده، نیست سازمان ها و ادارات مملکتی روی روال عادی افتادند و به داد مردم میرسند، نیست برنامه های عمرانی و آبادانی در ایران به مرحله اجرا گذاشته و به ثمر رسیده، کشاورزی به حد اعلای خودش رسیده، از نظر قدرت صنعتی ایران در میان کشورها صاحب حرفه، روابط ایران با کشورهای همسایه در یه حد بسیار قابل قبولی است، مردم ایران بیکاری رو پشت سر گذاشتن و دوران شکوفایی اقتصادی وجود داره، زندانهای ایران خالیه، جنایتی در این رژیم صورت نگرفته یا جنایاتی، همه اینا در این پیام احمقانه و رذیلانه باید گفت ندیده گرفته شده و این بیانیه از طرف کسی صادر شده که همونطور که گفتم یه آدم روانپریشه. به این همه مشکلات که در مملکت وجود داره و کسانی که دورور خودش هستن، از معاون رئیس جمهور گرفته، از نمایندگان سابق مجلس، از رهبران نمیدونم اصلاحات، از دانشجویان بسیجی در دانشگاه ها، همه اینا اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی به قهقرا رفته، فساد سیستماتیک شده در این حکومت، در رأس این حکومت از اون رأس تا اون پایین همه به یک طریقی سعی میکنن از این خان گسترده بهره‌مند بشن. ببینید این توکلی نماینده سابق مجلس میگه دستگاه‌هایی که نظارت میکنن بر فساد خودشون غرق در فسادن. 50,000 نفر از طرف مقام معظم روزخان بزرگ و رهبر چاقوکشان جهان مورد عفو قرار گرفتن. یه عده چاقوکش، یه عده چک برگشتی، آدمایی که اصلا مطلقا سیاسی نیستن. چرا؟ برای اینکه زندانا جا نداره. آخوند بیاد به 50-60 هزار نفر که الان آزاد میشن
به اضافه 2300 هزار نفر دیگه صبحانه و نهار و شام بده مطلقا. آخوند همیشه میگیره، چیزی نمیده. قرائتی گفت، گفت وقتی که یه آخوند بالای یه استخری قرار گرفته، اگر یکی در حال غرق شدنه او دستشو دراز نمیکنه او رو نجات بده، او باید دست آخونده بگیره. خمس و زکات و این چیزایی که از اول موقعی که اینا در قدرت نبودن برای سرکیسه کردن مردمه، مردم با ایمان. حالا تمام اسناد و مدارک، تمام آمارها نشون میده که ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه تمام منابع طبیعی و پولساز مملکت ما تاراج شده، تاراج. در هر گوشه میهن ما من میتونم براتون آمار بیارم که چگونه به وسیله ملاها و عوامل خودشون تاراج شده. طویله مجلس رو نگاه کنید، شروع میکنید. آیا این مجلس، این طویله واقعا کسانی که درش نشستن نمایندگان مردمن؟ با وجود شورای نگهبان و اینکه مردم رو صغیر میدونه و میاد میگه شما اجازه دارید به اینا رأی بدین، این انتخابات یک انتخابات دموکراتیکه در هر زمینه، ریاست جمهوری، نمایندگان، خبرگان، این انتخابات مجلسه. آیا بعد از اینکه این عوامل شکنجه و زندان و زندانبانها و نمایندگان سپاه و اینا در این طبیله جمع شدن و یه نفرم از سپاهیان گذاشتن در رأس مجلس به اسم علی لاریجانی، آیا این مجلس اراده تصویب قوانینی به نفع مردم داره؟ یا به قول اون علی مطهری معاون طویله مجلس میگه اینجا در حقیقت دفتر مقام معظم رهبریه، همه این نماینده ها چششون اونجا بالاست که ببینن مقام معظم رهبری چه دستوری میفرماین تا عمل کنن. رئیس مجلس بعضی وقتا میاد میگه مقام معظم رهبری راجع به این لایحه نظری ندارن، یعنی میتونین تصویب کنین. این مجلسه؟ یعنی یه عده مفخور جنایتکار تو این طویله اینا میتونن نماینده های مردم باشن؟ جز اینکه 2300 نفر، 270 یا 300 نفر آدم رو شما چپوندید اونجا، بهشون ماهیانه حقوق میدین، حالا بگذاریم که شغلهای دیگری هم دارن. بعد دادگستری، آیا این رؤسای به اصطلاح دادگاه ها مثل مغیثه و سلواتی و نمیدونم اینا، این جنایتکاران، اینا عدالت رو برقرار کردن در میهن ما؟ شما یه لیستی منتشر کردید و در این لیست نوشتید که این وکلا اجازه دفاع دارن، بقیه رو نه، و بقیه رو قبول نداری. کجای دنیای همچین کاری شده که بیان لیست بذارن برای وکلای مدافع بگن آقا اینا نمیتونن دفاع کنن، اینایی که ما میگیم باید دفاع کنن؟ و نتیجه اینه که اینایی که شما میگین تو دادگاه ها به نفع رئیس دادگاه و دادستان اقدام میکنن، نه اون کسی که متهمه. اینم که دادگستری تونه پر از فساد، پر از تبعیض. بعدم بیایم راجع به اقتصاد صحبت کنیم، ارزش پول ملی، کارخانجات متعدد، هم صنعت و هم اقتصاد، بیکاری کارگران، میلیون ها کارگر ایرانی در خطر بیکاری هست. تازه اونایی هم که کار میکنن پنج ماه شش ماه حقوق نمیگیرن، وقتی هم که اعتراض میکنن میگیرنشون مثل بخشی
مثل خانوم قلیان، مثل صدها و ده ها نفر از اینا. بیایم راجع به فرهنگ صحبت کنیم. به معلمین ما پول نمیدید، حقوق نمیدید، وضعیت مدارس طوری است که خطر برای بچه ها وجود داره. بعدم راجع به ورزش، راجع به چه مسئله ای من صحبت بکنم که انگشت بذاریم روش درسته. آقای کیروش، کسی که سرپرست و مربی تیم ملی بوده، حالا که رفته در کولومبیا شده مربی، گفته وضعیت ورزش در ایران وحشتناکه. تیم ملی برای بازیهاش با ونزوئلا و تمرینش قطر پول داده بهش. ببینید ما به کجا رسیدیم. قطر یک شیخ‌نشین یه وجبی به مردم ایران کمک کرده، این آقای کیروشه، به تیم ملی ایران کمک کرده تا بتونه بره مسافرت کنه، پول هتل بگیره یا در مسابقات جهانی شرکت. این ننگه. و علی خامنه‌ای همچنان اون بالا نشسته فرمان صادر میکنه. چقدر جنایت کردید شما تا به حال؟ سال 67 یادتونه؟ هزاران نفر از بچه های ما با عقاید مختلف رو کشتید و جنازه های اینا رو در گروه های دست جمعی چال کردید. تا همین الان به این خانواده های داغدار نمیگید فرزندانشون رو کجا در گروه های دست جمعی ریختید. شکنجه در زندان های شما شرم‌آوره، از زن و مرد. اون فشافویه رو ببینید، زندانشو، زنانی که مورد ستم قرار گرفتن در این زندان ها اعتصاب کردن، شما با گاز فلفل و گاز اشکاور بهشون حمله کردید تو زندان، بعد کتکشون زدید، بعد وادارشون کردید که لخت تو هوای سرد و بارانی بشینن تا صبح بهشون هیچ چیزی ندادید. این عدالت اسلامی شما بوده. در همه زمین ها کارخانجات رو طبق نمیدونم اصل 444 گفتید باید ملی بشه، دادید به دوروریا و آقازاده ها و سپاه، در نتیجه کارخانه ها رو برداشتن ورشکسته اعلام کردن، دستگاه هاشون رو فروختن و زمین ها رو 50-60-80 برابر فروختن، کارگران هم بیکار کردن. نگاه کنید سر تا سر مملکت، پول و ثروت مردم ایران رو در سوریه، در نمیدونم لبنان، در غزه، در یمن، در اختیار تروریستا و نمیدونم طرفداران خودتون قرار دادید و مردم رو در فقر و بیچارگی. گزارشی دارم، حالا اجازه بدید اول راجع به مقام معظم روزخان بزرگ صحبت بکنم و نظریاتی که ایشون گفتن. گفتم براتون توکلی چی گفته بود. توکلی در نیمه بهمن ماه به خبرگزاری ایلنا گفته معتقدم نه حمله نظامی، نه حمله نظامی این حکومت را ساقط می کند، نه کودتا و نه انقلاب مخملی، اما وقتی فساد سیستماتیک شد و شبکه‌ای وجود دارد که همچون موریانه دارد بدنه و پایه‌های نظام را می‌خورد، چه حاجت به حمله نظامی است؟ دختر آقای رفسنجانی، فائزه رفسنجانی، میگه این دستگاه دستگاهی است که خودش داره خودشو می‌خوره و نابود می‌کنه. بسیار از این مله‌ها میگن، خودشون میگن، اما نتیجه گیریشون یه چیز دیگه است. نتیجه گیری اینه که باید مردم رو سرکوب کرد، مردمی که همین حرفا رو میزنن. بعدم تو این بیانیه دوم، اون کینه توزی این مرد روان پریش کاملا به چشم میخوره. میگه ما مطلقا با آمریکا مذاکره ای نداریم، با غرب هم نداریم، چون اونا هم حقوق بازن.
باید به خودمون متکی باشیم. خودتون چی دارین؟ چه کار کردید شما؟ بعد شروع میکنه در زمینه‌های فرهنگی بی‌نظیرین، در زمینه مبارزه با فساد در تمام کشورها میگه فساد وجود داره. در بیانیه مفصلی که به نام گام دوم انقلاب منتشر شده، رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از سلسله های قاجار و پهلوی فهرستی طولانی از موفقیت های جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته ردیف کرده. او در این بیانیه یا اصولاً به مشکلات فراگیری که تقریباً تمامی مقامات کشور از آن سخن میگویند نپرداخته و یا آنها را ناچیز و کمرنگ جلوه داده. اینا رو من نمیگم، اینا رو خبرگزاری خارجی هم گفتن. رهبر جمهوری اسلامی درباره فساد گفته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی و مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فساد پرور بود بسی کمتر است و به حمدالله ماموران این نظام غالبا سلامت خود را نگاه داشتند، ولی حتی آنچه هست غیر قابل قبول است. لطف کردید دیگه، دیگه واقعا شکست نفسی کردید. معاون رئیس جمهور میگه این فساد قابل تحمل نیست. بعد نوشته که ما باید جوانگرایی کنیم. خیلی رو جوونا این مردک رهبر چاوکشان اشاره میکنه. البته جوانها میدونید که منظور جوانان معمولی نیست، جوانانی که در دانشگاه تحصیل کردن، بهترین تحصیلات رو انجام دادن، به اونا نمیگه، چون خودی ناخودی رو معتقده. یا به کسانی که میگه که ژن برتر دارن، یعنی همین چاوکشان دورور خودش دوزا، فرزندان اینا رو به کار میگماره، و یا کسانی رو که از حزب اللهی ها دانشجویان ما، بچه های ما رو تو دانشگاه سرکوب میکنن، اینا رو میگه باید بیارین، میگه اینا انقلابیان. وگرنه تودای مردم، دانشجویان تحصیل کرده، این همه پزشک و مهندس تحصیل کرده، هیچی، اینا رو به کار نمیگیرن، میگن اینا مشکوکن. بله، ولی چیزی که باید بهش اشاره بکنم عمیرانی گرامی این هستش که پیام خامنه ای با پوزخند و تمسخر بسیار از مردم ایران روبرو شده. شما وقتی که به این رسانه های مجازی نگاه میکنید میبینید که سیل انتقاد و به سخره گرفتن صحبت‌های این مردک چگونه در عرض همین دیروز تا امروز تمام فضا رو گرفته، موجب خنده است این حرفا. گفتم از یک مغز پریشان، از یه آدم مالی خولیایی این حرفا برمیاد و کینه توز. او آدمی است که به هیچ وجه از کینه‌هاش دست بر نمی‌داره و مملکتی درست کردن که تمام کارها زیر نظر اوست و می‌بینید که ما رو به فاجعه کشوندن. متجاوز 40 کشور میرن در ورشو، حالا درست یا غلط من اصلا کاری ندارم، در اونجا راجع به مملکت ما و میهن ما تصمیم میگیرن و ایران رو مرکز تروریستای جهان مینامن. و این جالبه که رفتار حکومت جمهوری اسلامی باعث شده
عرب و اسرائیل و دشمنان منطقه همه دوست شدن با هم دیگه در برابر ایران. و اینا همچنان از سیاست‌های داهیانه ایران در منطقه و جهان صحبت می‌کنن. میگه فساد در گذشته اینطوری بوده ولی به خودش اشاره نمی‌کنه. چی شد؟ علی خامنه ای میگفت تعداد جمعیت ایران باید 150 میلیون نفر باشه. این مردک حتی شعور اینو نداشت که ببینه آیا این مملکت ظرفیت، مملکت بی آب، ظرفیت 150 میلیون نفر آدمو داره. شما 80 میلیون جمعیت رو بیچاره کردید. فقر و بیچارگی و فساد و فحشا و مملکت رو گرفته. میخواستین 150 میلیونش کنین؟ کدوم برنامه شما در ایران پیاده شده به نفع مردم ایران بود؟ اسم ببرید یکیشو. نه اونطوری که خودتون میگین، اونطوری که هست، اون واقعیت ها. امروز یعنی دیروز در استان سیستان و بلوچستان در یک حمله انتحاری که مورد هیچ تایید هیچ کس نیست این کارا، یه عده کشته میشن، حمله انتحاری از همین که داعشی ها و طالبان و اینا مروجش بودن، القاعده. ولی رفتار حکومت با اقلیت های قومی در ایران توأم بوده همیشه با زور، شکنجه، زندان و اعدام. وقتی که شما در سیستان و بلوچستان که فقیرترین استان ایرانه و مردم روی مبادلات به اصطلاح مرزی زندگی میکنن، مثل کردستان که کولبرا میرن از راه قاچاق زندگی مختصری برای خودشون و خانوادهشون داشته باشن، شما برخوردار حیوانی میکنید، ددمنشانه میکنید، خب راه رو باز میذارید برای این نوع عملیات. در یه عملیات انتحاری حدود 27 نفر دست کم تا به حال کشته شدن و 13 نفر زخمی، که حال عدهشون هم خرابه. طبق معمول علی لاریجانی دست ببخشید علی خامنه ای دستور داده که بایستی جلوگیری بشه از این نوع جنایات و به اشد مجازات کسانی که این جنایت رو مرتکب شدن محکوم بشن. این تنها کاری که میتونه بکنه. حالا یه عده زیادی آدم های بیگناه هم میگیرن، قاطی میکنن، میکشن. حتی من شک دارم که این کار از طرف گروه های به قول اینا معاند انجام شده، بلکه ممکنه کلک خودشون باشه که همزمان با مسئله ورشو اون خبرها رو تحت شعاع قرار بده. باور کنید اینطوریه، چون برای اینا هیچ مسئله مهم نیست. جنایت و این که یه جنایت سهمگین انجام بدن برای اینکه یه مسئله دیگری رو کنار بزنن. حالا یه فیلمی هست در مورد این مسائل، اجازه بدید من از امیر خواهش میکنم این فیلم رو براتون پخش بکنه. With the American people, we are opposite with government in all of American government in all over the world. We are opposite, and we want to kick out, you know, all imperialism, you know, all imperialism from this country. We want this country for also. همینان چون من صورت فیلم ها در برابرم نبود، همینطوری در مورد این صحنه‌ای که ملاحظه کردید در مورد انقلاب سال 57 و تسخیر مجلس سنا از طرف طرفداران خمینی بود. اما نمیدونم الان چه فیلمایی هست، اجازه بدید پاسداران ایران میکنیم. در یک عملیات انتحاری یک خودرو پر از مواد منفجره در کنار این اتوبوس منفجر شد.
اتوبوس در راه خاش زاهدان نیروهایی از یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه را جابجا می‌کرد. امروز حسن روحانی پیش از پرواز به روسیه در فرودگاه مهرآباد این حمله را محکوم کرد. ریشه تروریسم در منطقه ما آمریکا هست و صهیونیسم. اینا ریشه اصلی تروریسم هستند. برخی از کشورهای نفتخیز این منطقه هم متاسفانه حمایت مالی تروریست ها رو به عهده گرفتن. پس از حمله انتحاری دیروز، جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی نوشته: حمله تروریستی به ایران همزمان با شروع سیرک ورشو اتفاقی نیست، به خصوص وقتی که صدای همان تروریست ها در خیابانهای ورشو شنیده می شود. منظور آقای ظریف نشست ورشوست که با عنوان صلح و امنیت در خاورمیانه دیروز شروع شد. وزارت خارجه لهستان در حساب توییتر رسمی خود با مخاطب قرار دادن آقای ظریف نوشته: لهستان هر گونه حمله تروریستی را محکوم می کند. عکس العمل به حمله خاش زاهدان نمی تواند متفاوت باشد. به خشونت نباید گفت. هیچ تروریستی امروز در ورشو نیست. اینجا دموکراسی، آزادی بیان و همبستگی هست. استان سیستان و بلوچستان یکی از ناامن‌ترین و توسعه نیافته‌ترین مناطق مرزی ایران است. گروه‌های مسلح بلوچ در مرز طولانی با پاکستان فعالند. گروه جیش العدل در بیانیه‌ای در کانال تلگرام خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته تمام سرنشینان اتوبوس کشته شدند. امام جمعه اهل تسنن زاهدان هم از وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده: این حساب شدت محکوم میکنیم ما و واقعا مایه نگرانی هست. مهر ماه امسال گروه جیش العدل 11 نفر از نیروهای ایرانی را در حوالی ناحیه مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ربودند. حمله دیروز یکی از مرگبارترین حملات به نیروهای نظامی ایران بوده. خب همیاران گرامی، ملاحظه فرمودید که راجع به این حمله انتحاری بود در جاده زاهدان خاش. اما یه فیلم دیگه هست مربوط به معاون رئیس جمهوری آمریکا و اظهار نظرش در مورد کنفرانس ورشو. این فیلم رو میبینیم، بعد من گفتگو میکنم با دوست گرامی آقای حسین اعجازی. And after the Iranian regime stole an election to maintain its grip on power. در جوان سال 2009 بعد از اینکه رژیم ایران برای حفظ قدرت انتخابات رو از مردم دزدید، دولت قبلی آمریکا دید که مردم به خیابون‌ها آمدند ولی صداش رو بلند نکرد. در مورد حرکتی که به جنبش سبز مشهور شد، آمریکا تنها بعد از اقدام کنگره حمایت خودش رو از مردم ایران اعلام کرد. به عنوان نماینده کنگره این افتخار رو داشتم که قطعنامه‌ای رو از طرف دو حزب ارائه کنم که به اتفاق آرا تصویب شد، که نشانه حمایت مردم آمریکا بود. و تازه بعد از این بود که دولت آمریکا جریان رو دنبال کرد. اما بعد آخوندها و مزدورانشون با سوء استفاده از سکوت جهانیان ایرانیان عاشق آزادی رو کشتند و زندانی کردند. دنیا فرصت قبلی برای مصاف با رژیم ایران رو از دست داد، اما این بار دیگه نه. این بار همه ما باید محکم بایستیم. با ادامه سقوط اقتصاد ایران و با به خیابان اومدن مردم ایران، ملت‌های عاشق آزادی باید در کنار هم باشند تا رژیم ایران رو به دلیل اقدامات شیطانی و خشونتی که علیه مردمش و منطقه و جهان روا می‌داره مسئول بدونیم. حالا که همه شما اینجا جمع شدید و این دید مشترک رو در مورد صلح و امنیت در خاورمیانه دارید، به شما قولی میدم. از طرف رئیس جمهوری و مردم آمریکا قول میدم که اگر در این کار شریف کنار ما باشید، ما هم در کنار شما خواهیم بود. I make you a promise. On behalf of the President of the United States and the American people. خب همیهنان گرامی، تا همکار من آقای حسین اعجازی رو تصویرش رو ببینین و من گفتگومو با ایشون آغاز بکنم، اجازه بدید که کار گروه کمیته مزد شورای عالی کارکر از طرف خود اینا تشکیل شده راجع به مجموع هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار در سال جاری رو نوشته که 3,760,000 تومان باید یک کارگر برای یک خانواده 3.5 نفری، یعنی سه نفر و یه بچه، باید پول داشته باشه تا بتونه زندگی طبیعی بکنه.
و گفتن ما اینو منتشر میکنیم برای اینکه دولت با کارگران اگر قرار اضافه حقوقی بهشون بده، اگر این رو مبنا قرار بده برای اینکه بتوانن به حقوق کارگران اضافه کنن. این چیزیست که جمهوری اسلامی در موردش خودش اعلامیه داده و در موردش اقدام کرد. اما دو سال حقوق معلمان همیهنانی گرامی در قزوین دو سال هنوز پرداخت نشده. یعنی یک معلم چجوری باید زندگی کنه؟ کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین خواستار آن شد که اداره کل آموزش و پرورش این استان پاسخگوی تأخیر دو ساله در پرداخت حقوق معلمان بسته حمایتی باشد. آقای حجازی روی خط هستن، باشون صحبت میکنم. آقای حجازی درود بر شما. درود بر شما و بینندگان خوب شما و کارگردان فنی برنامه آقای امیر. قرار بود که امروز شما با تصویر بیان آقای حجازی، چی شد؟ والا باید از قبل ستاپ میکردیم، حالا انشالله از هفته آینده انشالله. خب آقای حجازی میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید چه خبر. عرض کنم حضورتون که الان صحبتایی که بیشتر رسانه‌های امریکا متوجهش هستن سالگرد کشتار تعداد 17 نفر یکی دو معلم و دبیر و بقیه دانشجویان تینیجر در پارکلند فلوریداست که دانش آموزان این دبیرستان و والدین کسانی که این افرادی که از بین رفتن و بسیاری دیگر دارن برای اولین بار پیگیری میکنن مسئله تعیین قرارداد به اصطلاح مقرراتی برای داشتن اسلحه و حمل اسلحه. این انجمن ملی اسلحه NRA که یک لابی بسیار گردن کلفت و پولدار هست، هر گونه محدودیتی، نه محدودیت آنچنانی، این که افرادی که میخوان اسلحه بخرن باید شناسایی بشن، این که سلاح‌هایی که فقط باید در جنگ و در کشتار همگانی به کار بره در دسترس مردم نباشه، چون صحبت این هست که اینها برای به حمل اسلحه برای دفاع شخصی هست، ولی متجاوز تجاوز کرده از این مرز و از این خطوط برای سالها و حتی وسیله‌ای رو که یک تفنگ معمولی رو تبدیل به مسلسل میکنه و $100 فقط قیمتش هست رو خواستن ممنوع بکنن فروشش رو، این NRA با نفوذی که داره روی سناتورها و نمایندگان مجلس نتونستن این کار بکنن. ولی این بار برای یعنی هر بار هم که این کشتن دانشجویان و دانش آموزان و غیر و ذلک پی در پی صورت میگیره، برای مدتی این موضوع گرم شده و بعد دوباره از حرارت افتاده، ولی این بار این پیگیری ادامه داره در سراسر امریکا توسط همین دانش آموزان دبیرستان ها و افرادی که واقعا میخوان بالاخره یک کاری انجام بدن در این زمینه و موفق نمیشن. عرض کنم حضورتون که موضوع دیگری که لابد شما به تفصیل متوجه شدم صحبت کردید راجع به کنفرانس ورشو و این که یک قطعنامه تا این لحظه منتشر نشده، ولی هم معاون رئیس جمهور آقای پنس و هم وزیر خارجه امریکا به شدت به ایران حمله کردند و حتی آقای پنس به کشورهای اروپایی هم ایراد گرفت که چرا نمیخوان از برجام بیان بیرون و تحریم هایی رو که امریکا داره روی رژیم ایران میگذاره اینها رو کمک بکنن که همگانی بشه و
این رژیم به سر عقل بیاد. صحبتی از برکناری رژیم و یا ثابت کردن رژیم نشد و راجب حقوق بشر هم جز یکی دو بار که اشاره سطحی شد بهش خبری نبود. به هر حال باید دید که نهایتا این کابینه آقای ترامپ که با کارهای جمهوری اسلامی مخالفت میکنه و بسیاری از نکاتی که مطرح شد در این جلسه نکات بسیار منطقی بود، هیچ کس نمیتونه اونها رو رد بکنه و به گفته باز آقای پنس 70 کشور که در این جلسه شرکت کرده بودن، نمایندگان 70 کشور، یک کدومشون از جمهوری اسلامی دفاع نکردن. یعنی دفاعی نداره جمهوری اسلامی به طور کلی. حالا باید دید که نتیجه این نشست چه خواهد شد. و البته رجزخانی هایی هم که آقای روحانی و آقای مثلا وزیر خارجه ظریف و آقای ظریف کردن که واقعا مضحک هست و باعث خنده. اما اندرو مکیب، سرپرست موقت سابق اف بی آی، پس از مدت‌ها سکوتش رو شکسته و در برنامه 60 دقیقه دیروز که البته امشب پخش میشه، این برنامه قبلا ضبط شده ولی پخش شده نکاتی ازش، این آقای مکیب اظهار مطالبی رو عنوان کرده که خودش جنجال بسیاری رو برپا کرده، به این معنی که او گفته است که بعد از برکناری جیمز کومیس رئیس سابق اف بی آی در ماه می 2017، مقامات بلند پایه اف بی آی احساس خطر کردند و در جلسه‌ای که تشکیل داده بودند بحث درباره استیضاح پرزیدنت ترامپ از طریق جلب اعضای کابینه، بعضی از اعضای کابینه او، و استفاده از ماده متمم 25 قانون اساسی امریکا که مربوط به استیضاح است، می‌خواستند رئیس جمهور رو مورد استیضاح، یعنی تشویق بکنم مورد استیضاح قرار بگیره. در این جلسات اقداماتی رو که اقدامات احتمالی رو، چون هنوز ثابت نشده اینها، برای جلوگیری از اجرای قانون آقای ترامپ انجام داده بود و نیز مسئله دخالت روسیه در امور انتخابات اخیر امریکا مورد بحث قرار گرفته بود و ایشون این موضوع رو مطرح کرد و عنوان کرد که هفته آینده یادداشت‌هایی رو که برداشته و در اختیار داره تحت عنوان تهدید یا threat در هفته آینده منتشر خواهد کرد. باید دید که چه جزئیات دیگری در این یادداشت‌ها دیده خواهد شد. عرض کنم که موضوع دیگر تأیید همگانی افراد، همه افراد یعنی اکثریت افراد سنا یا سناتورها، از وزیر جدید دادگستری آقای بیل بار هست که باید دید در مجلس نمایندگان به چه صورت در میاد و راجع به او صحبت ها هست و اینکه او با اقدامات آقای مولر مخالفت کرده در گذشته. ایشون یکی از مقامات عالی رتبه است که در کابینه های قبلی جمهوری خواهان پست های خیلی بالایی رو داشته و مورد احترام بسیاری هست. عرض کنم حضورتون که موضوع دیگر، موضوع این نمایندگان جدید زن هست که دارن قوغا میکنن، نمایندگانی که میشه گفت تازه به دوران رسیده و تازه به مقام نمایندگی رسیده، دو خانم که اینها، یکیشون الکساندرا اوکازیو کورتز هست که او در مورد محیط زیست داره اقدام میکنه و داره در جهتی گام برمیداره که عده‌ای نظرات او رو غیر ممکن میدونن. او معتقده که باید
سوخت فسیلی، نفت و زغال سنگ و حتی گاز تا چند سال دیگه تا 10 سال آینده از صفحه روزگار در امریکا محو بشه و تمام انرژی های مورد نیاز از طریق انرژی های پاک و یا سبز تأمین بشه، که عده این رو خیلی بعید میدونن، ولی او به شدت داره مبارزه میکنه و خیلی فعال بوده در این زمینه. دیگر خانم دیگری است که محجبه هست، با روسری اسلامی انتخاب شده و به مجلس راه یافته، به اسم خانم ایلان عمر، و ایشون هم با یک صلابت عجیبی یکی از نمایندگان بلند پایه جمهوری خواه رو زیر سوال برده بود و با او بحث میکرد و او رو مورد نوعی مؤاخذه قرار داده بود در مورد صحبت هایی که کرد و حرف هایی که زده، که این هم موضوع دیگری است که آقای حجازی، این خانوما عضو حزب دموکرات هستن؟ بله بله بله, بله. اینا الان برای یعنی یک اتفاق عجیبی که افتاد، تعداد زیادی از خانم ها انتخاب شدن در این مجلس نمایندگان جدید و اکثریت نسبتا قابل ملاحظه ای رو دموکرات ها پیدا کردن، و در اون جلسه سخنرانی آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنا، خانم ها، این خانم ها لباس سفید پوشیده بودن همه، بله، و اونجا بلند شدند و خب آقای ترامپ هم شاید مخالف زیاد موافق این قضیه نباشه، ولی به هر حال استقبال کرد از از انتخاب این بانوان در مجلس نمایندگان و گفت که این واقعا یک پدیده است که پیش آمد و خانم ها دارن با فعالیتی که میکنن خیلی دارن پیشرفت میکنن در امور مختلف. این لباس سفیدی رو که پوشیده بودن این خانم ها سمبولی است که چندین و چند سال پیش که در امریکا خانم ها حق رأی نداشتند، یعنی این رو من باید یادآوری کنم که تا چند سال پیش، چندین سال پیش، خانم ها در امریکا حق رأی نداشتند، و اون موقع یک چنین جنبشی به وجود آمد و عده زیادی از زنان امریکا به پا خواستند و با پوشیدن لباس سفید به اعتراض پرداختن و این حق رو برای خودشون به دست آوردن. این سمبولیست که از اون موقع بوده. آقای اجازی، خانم پلوسی هم که سفید پوشیده بود؟ بله بله، اون به اصطلاح همراهی و همگامی با همین خانم ها این کار کرده بود. بله. و اما جریان دیوار مطرحه و فردا این بحث است که آیا آقای پرزیدنت ترامپ دوباره حقوق عده‌ای یا تمامی کارمندان دولت رو توقیف خواهد کرد یا نه، چون گفته شد که توافقی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها به وجود آمده و با اختصاص 1.6 میلیارد نه 5 میلیاردی که مورد تقاضای آقای ترامپ بوده قبول قرار شده که مسئله توقیف حقوق رو آقای پرزیدنت ترامپ انجام ندن. در صحبتی که شد و مهمانی که داشتن آقای ترامپ سران یکی از کشورها، اونجا سوال شد در این مورد، ایشون گفتن که من از یک سو خوشحالم و از یک سو زیاد خوشنود نیستم، ولی دیوار ساخته خواهد شد و گفته میشه که این پول رو هم که اختصاص داده شده با تایید جمهوری خواهان بوده و جمهوری خواهان و سران جمهوری خواه از آقای پرزیدنت خواستن، درخواست کردن که این لایحه رو امضا بکنن و از توقیف حقوق کارمندان دولت خودداری کنند، و دموکرات ها میگویند که این پول رو اختصاص دادن برای جاهایی که مرز بین امریکا و
مکزیک آسیب پذیره، اونجاها نرده ساخته بشه و نه دیوار، و بعد از وسایل پیشرفته بسیار زیادی که امروز وجود داره این به اصطلاح از اون وسایل استفاده بشه برای جلوگیری از افرادی که میان و وارد مرز امریکا میشن. و این بحث دامنه داری است که گفته میشه بسیاری از مواد مخدر و تروریستی و کارهای تروریستی و اینا از طریق دریا و از طریق هوا و از طریق اتومبیل و اینجور وسایل وارد امریکا میشن و نه از طریق دیوار و یا از طریق مرزها. و موضوع دیگری که مطرحه موضوع آقای پال منفورد که یکی از نزدیکترین افراد بوده با آقای دونالد ترامپ در جریان انتخابات اخیر، و اینکه او در سوالاتی که ازش شده و در بازجویی هایی که از او شده چندین بار دروغ گفته و به زندان محکوم شده و گفته میشه که مسئله زندان رفتنش نهایی است. بحث در این بود که آیا مورد بخشش قرار خواهد گرفت یا نه از طرف پرزیدنت، ولی تکلیف او هم تا امروز معلوم نشده و احتمال خیلی کمی داره که اون در این مورد به اصطلاح مورد عفو قرار بگیره. آقای حجازی وقت ما تموم شده، ما متاسفانه. بسیار خوب، خیلی ممنون، خداحافظی میکنم و تشکر از بینندگانی که لطف کردن و به برنامه توجه کردن، خیلی سپاسگزارم. خب عمیانونی گرامی، قبل از اینکه به برنامه پایان بدم، باید به آگاهیتون برسونم که مجلس یاد بوده دوست و همکار نازنین من شادروان سهراب اخوان روز همین یک شنبه در پیش در المپیک کلکشن از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر برگزار میشه. تکرار میکنم، مجلس یادبود سهراب اخوان، کارگردان، تهیه کننده، فیلمبردار، عکاس رادیو تلویزیون ملی ایران و رادیوها و تلویزیونهای خارج از کشور، روز 17 فوریه همین یک شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. سپاسگزارم از امیر شهرتی بابت کارگردانی این برنامه و از شما که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.